شنوند. من حسین مهری هستم و برگی از تاریخ، برنامه برگی از تاریخ رو اداره می کنم با پژوهش های تازه آقای محمد امینی، پژوهشگر تاریخ ایران و جامعه ایران. همیانان گرامی، هفته پیش پیرامون تاریخ و فراز و نشیب ساختار حقوقی ایران یعنی عدلیه گفتگو آغاز کردیم. یعنی آقای امینی پیشنهاد کردند که ما سه برنامه رو اختصاص بدهیم به همین عدلیه ایران، چگونه زاده شد، چه مراحل ناتوانی رو پیش برد و چگونه عصر داور آغاز شد که بنیادگذار چندین کار مهم در همین زمینه بوده است. هفته پیش آقای امینی به پیدایش عدلیه ناتوان پس از مشروطه پرداختند و امروز می‌پردازند به بررسی عدلیه یا دادگستری دوران رضاشاه، یعنی دوران خودش و دوران رضاشاه، و در هفته آینده از گرفتاری‌های ساختار حقوقی ایران در 100 سال گذشته سخن خواهند گفت، از جمله از زبان شادروان کسروی در کتاب 10 سال در عدلیه که گویا ایشان آقای امینی در حال ویرایش آن هستند و به زودی به زیر چاپ خواهد رفت. ضمناً به زودی سوم اسفند خواهد بود، روز کودتای سوم اسفند به یاری نیروی قزاق، به یاری سید ضیا، به عنوان آغاز فراز رضاشاه به قدرت و سرانجام پادشاهی او. جناب آقای امینی سلام عرض میکنم. درود بر شما. موافقین که دو هفته دیگه برنامه سوم اسفند رو اجرا کنین؟ برنامه سوم اسفند رو فکر میکنم دو هفته دیگه همزمان خواهد با سوم اسفند و به گفتگوی امروز و هفته آینده ما هم پیوند پیدا میکنه، چون ما درباره عدلیه، دادگستری و داور سخن داریم و داور یکی از سه نفری است که در واقع میتوان گفت که فراز رضاشاه مدیون اونهاست، یعنی داور، تیمورتاش و نصرت الدوله، فرزند فرمانبر ما، که هیچ کدوم از اینها هم به پایان دوره پادشاهی رضاشاه نرسیدند، ولی به هر روی جایگاه برجسته‌ای در فراز رضاشاه داشتند. هیچ کدوم از این سه نفر نقشی در کودتای 1299 نداشتن، اصلا شاید میتوان گفت رضاشاه رو نمیشناختن، ولی پس از اون شیفته او شدن و به او پیوستن و رایزنان برجسته پیرامون رو گردیدن. البته در کنار اونها 8-9 نفر دیگر هم هستن، ولی این ماجرای سوم اسفند که آیا بریتانیا پایه‌گذار این کار بوده نبوده، که حتما بوده، ولی پیامد اون چه بوده، در تاریخ ایران دارای جایگاه برجسته است و به این گفتگوی هفته گذشته ما و این امروز و هفته آینده ما هم پیوند می‌یابد و این است که حتما به اون خواهیم پرداخت. ممنونم آقای امینی. به مناسبت سالروز 22 بهمن، بله، یک سوال دارم ازتون. وقتی 22 بهمن رخ داد شما کجا بودین، چیکار می‌کردین؟ من در تهران بودم، همراه با یکی از دوستانم رفته بودیم به خیابان، یعنی از روزهای پیش از اون که جریان‌ها بالا گرفته بود ما با هم بودیم، دوست بسیار گرامی من آقای تقوایی که ما با هم دوست چندین ساله بودیم، از برکلی، در دوران دانشگاهی آشنا بودیم، در ایران بودیم و در گشت و گذار خیابانی و هم در بخش‌هایی از پیرامون پادگان‌ها و جاهای گوناگون تهران و روزهای 21 و 22 بهمن روزهای بسیار
شگرفی برای جامعه ایران بود. یعنی کسی انتظار نداشت که ارتش به این آسانی فرو بپاشد و گروهی مسلح در واقع به خیابان بیایند. و من البته هیچ آدم غیر دولتی مسلح رو ندیدم، ولی از شواهد معلوم بود که پادگان ها در حال فروپاشی است. و جالب اینجاست که هیچ نشانی از اینکه مقاومتی هم از سوی هیچ پادگانی روی داده باشد به چشم نمیخورد، یعنی دست کم من نمیدیدم. و میتوانم بگویم که روز 21 و 22 بهمن تمام روز در خیابان بودم و نگاه میکردم به این رویدادهایی که سرانجام ایران رو دگرگون کرد. یعنی در واقع تاریخ رو به چشم میدیدید؟ تاریخ رو به چشم میدیدم. و خودتون هوادار چه حکومتی بودین در همون زمان؟ من خب میدانید که سخت مخالف نظام پادشاهی بودم و از شمار کسانی بودم که با دولت گذشته ایران، با دولت محمد رضا شاه بسیار مخالف بود و اون دولت رو به عنوان دولت خودکامه و خودکامه میشناخت و نقد میکرد به این دولت. از یک خانواده سیاسی برخواسته بودم. اما در همون گیرودار راهپیمایی های سال 57 و شاید هم همون پایان سال 56، هرچه بیشتر نگاه میکردم به سیمای سیاسی جامعه ایران در میافتم که با همه خردسالی، حالا خردسالی نه به مفهوم اینکه مثلا کودک بودم ولی سن کمتری از امروز داشتم، با همه جوانی نگاه میکردم و نگران آینده بودم. من هم تنها نبودم، دوستان دیگری هم پیرامون ما بودن که نگران بودن نسبت به آینده. با همه امیدی که به دگرگونی های ایران داشتیم، معلوم بود که نیروهای مذهبی نیروهای چیره در جامعه ایران هستند. در همون دوران بود که در تماسایی که داشتم سخت بر این باور شدم که باید از نخست وزیری آقای صدیقی که نپذیرفت و سپس نخست وزیری آقای بختیار پشتیبانی کرد. من یک دیدار در اون دوران، چند دیدار در دوران پیش از اینکه راهی خارج از ایران بشم، در دوران دبیرستان در منزل پدرم با دکتر صدیقی داشتم. به دلیل روابط هیچ آشنایی، یعنی من کسی نبودم اصلا در اون دوره. تنها دیداری که با دکتر صدیقی پس از اون داشتم در اون روزهای بحرانی پیش از آغاز زمامداری بختیار بود. یک دیدار بسیار کوتاهی بود. و امیدی به بختیار داشتین؟ بله؟ امیدی به پیروزی بختیار داشتین؟ اون زمان بله. یعنی وقتی که همون هنگامی که با جناب صدیقی هم دیدار داشتم و دریافتم که ایشان هم پشتیبان این هستن که راهی جز پشتیبانی از بختیار نیست، من هم از شمار پشتیبانان زندیات بختیار بودم. البته پدر من هم، چون من در اون فاصله به خارج آمدم پیش از اینکه بختیار نخست وزیر رو بپذیره، من راهی خارج برای سفر برای دیدار با پدرم در واشنگتن آمده بودم و روزی که بختیار نخست وزیری رو پذیرفت، شاید یک روز پس از اون، به یاد دارم که در منزل ایشان بودم که پدرم به بختیار زنگ زد و با یک دشواری هایی که تماس مشکل بود و اینها، سرانجام توانست با شاپور و بختیار صحبت بکنه. پدرم و شاپور و بختیار هم زندان بودن در دوران شاه و خوب همدیگر رو میشناختن. پدرم گفت شاپور کارو تمام کن، خودت اعلام جمهوری کن، مرزها رو هم ببند. خب پدر من خمینی رو خوب میشناخت و البته زنده یاد بختیار چنین کاری ازش اصلا نمیتوانست چنین کاری رو بکنه. برام بازگشتن به ایران همون چند روز پس از صحبت گفتگوی تلفنی پدرم با زنده یاد بختیار و در گیرودار دگرگونی های 22 بهمن بودم و میتوانم بگویم که در اون دوران از شمار پشتیبانان بختیار بودم بیان که کاری از من بر بیاید. از پشتیبانان دوره، از جوانان پشتیبان بختیار بودم و هیچ ربطی به نخست وزیری و تشکیلات او نداشتم. تنها میتوانم این رو بگویم که دیداری داشتم در اون هنگام با دو نفر از رهبران جبهه ملی به سفارش پدرم که از آمریکا از من خواسته بود. هنگامی که دیدار داشتم
با ایشان رفته بودم و بختیار نخست وزیر شده بود، این پیام را از طرف پدرم آوردم که جبهه ملی بهتر است از بختیار پشتیبانی کند، که البته خیلی دیر بود. جبهه ملی در همون آغاز در مقابل بختیار موزه گرفته بود، آقای سنجابی و دیگران، و درگیری های جدی میان اونها ایجاد شده بود و اون کابینه موازی که خمینی ایجاد کرد که آقای بازرگان رو برانگیخت و نخست وزیر یا رئیس رهبر رئیس دولت موقت کرد و در اون کابینه چند نفر از رهبران جبهه ملی پستهایی رو پذیرفتند، خب در مقابل بختیار بود و من دیدگاه بختیار رو بیشتر میپسندیدم. دیر بود و کوتاه بود و شدنی هم نبود. برای صدا به صدا نمیرسید اصلا، نه خیلی دیر بود. یعنی ای کاش محمد رضا شاه صدای نارضایی مردم ایران رو یک سال زودتر شنیده بود و به جای این تحول رادیکالی که صورت گرفت، بختیار یا صدیقی، به بیش صدیقی یا کسی دیگری مانند اینها رو می آورد و اونها رو واسطه یک تحول منطقی و آرام در جامعه می کرد. و این گذشته بود و جامعه ایران آماده یک دگرگونی رادیکال و انقلابی بود. و در نتیجه پاسخ به شما بگویم، برداشتم در اون روزها در خیابان دوگانه بود. یعنی از یک سوی خب میلیون ها مردم به خیابان ریخته بودند، یک حکومت پادشاهی چند هزار ساله در حال ویران شدن بود، البته پادشاهی پهلوی 57 سال بیشتر نداشت، ولی معلوم بود که پادشاهی در آماج فروپاشی است، آماج یورش است. و در این حال روشن بود که در پیامد فروپاشی پادشاهی یک دموکراسی بر ایران چیره نخواهد شد و این دغدغه کسانی بود مانند خود من در اون دوران با برداشت‌های اندکی که از آینده می‌داشتیم. هر چه بیشتر گذشت، از حجاب آغاز شد، سپس به اعدام‌های بسیار ترسناک و خشونت‌آمیزی که از پشت بام مدرسه علوی و رفاه آغاز شد و جنایات دیگری که انجام دادن، روشن بود که پیام حکومتی که در حال برخواستن است چه خواهد بود. این است که آنچه که به یادم مانده در اون روزها تلخ و شیرین است و امروز که نگاه میکنم، به عنوان کسی که هیچ کاری از من در اون روزها بر نمی آمد و تنها راه پیمای خیابان ها بودم و شاهد بودم، دردناک بود که ببینم ما با فروپاشی نظامی روبرو هستیم که به جای اون نظام فرومایه تری، نظام واپسمانده تری، بسیار خونریزتری چیره خواهد شد. و ما اینک 37 38 سال است که پیامد اون روز رو در پیش رو داریم، در پشت سر داریم. با شور وقتی گفت باید رو هنوز پیش رو داریم. و بنابراین آنچه که به یادم هست امروز که نگاه میکنم بیشتر تلخ است تا شیرین. خیلی ممنونم آقای امینی. برگردیم به سوژه های اصلیمون در باب ساختار حقوقی ایران. میشه از اون تقاضا کنم یه چکیده ای از سخنان هفته پیشتون رو برای کسانی که احیانا نشنیدن بفرمایید؟ جناب مهری، ببینید، اجازه بدید با این پیشگفتار آغاز کنم سخنم رو. مدرنیته در دنیا، آنچه که ما امروز به عنوان مدرنیته میشناسیم، بر بستر مدرنسازی ساختار حقوقی بنا شده. ما در کشورمان یاد گرفتیم در این سالهای گذشته همیشه درباره آزادی، درباره دموکراسی صحبت می‌کنیم و می‌گوییم که دموکراسی در ایران نیست، دموکراسی در ایران نبوده. روزنامه نگاران رو امروز محدود میکنند یا دستگیر میکنند. زمان شاه هم روزنامه آزاد نبوده. بسیاری چیزهایی که همگان به اون باور دارن و درست هم هست. گرفتاری در این است که کمتر به این پرداخته ایم که بنیاد دموکراسی نوین، بنیاد جامعه سازی مدرن، آزادی روزنامه نگاری و حتی آزادی حق رأی نیست. آزادی حق رأی و رفتن و
گزیدن مجلس نمایندگان بسیار بسیار اساسی است. اما سالها پیش از آن که مدرنیته اروپا پارلمان‌های اروپایی رو بسازد، ساختارهای حقوقی اروپا شکل گرفت، فرهنگ حقوق در اروپا پدیدار شد و این فرهنگ حقوق و پدیدار شدن ساختارهای حقوقی مدرن در اروپا بنیاد مدرنیته و بنیاد نوآوری جهان بود و ما از این دور ماندیم و به این هنوز هم نمی‌پردازیم که بدون مدرن‌سازی و بدون دگرگونی در ساختار حقوقی در جامعه دموکراسی ممکن نیست. یکی از جنبه‌های بسیار ارزشمند کار کسروی که این رو در کتاب مشروطه خودش و همچنین در 10 سال در ادبیه اشاره بهش کرده، گذرا و در نوشتارهای دیگر، و او هم تنها نیست، کسان دیگری هم به این پرداختن، در این هست که موضوع مشروطه، آرمان مشروطه در آغاز پیش از مشروطه، خیلی پیش از مشروطه، از عدالت خانه شروع شد و عدالت خانه موضوعش مجلس نبود، موضوعش عدالت بود، موضوعش عدلیه بود، موضوعش حقوق بود. در این بود که مردم در اون دوران هیچ گونه حقوقی نداشتند، میان رفتار حاکم و قاضی شهر گوشت دم توپ بودن، هیچ ارزشی در واقع جامعه برای اونها قائل نمیشد، انسانیتی وجود نمی داشت. و این است که عدلیه میخواستن، عدالت خانه میخواستن، مجلس بسیار مهم بود، مجلس مشروطه در واقع میتوان گفت نگین انقلاب مشروطه بود، قوه قانونگذاری. اما قوه قانونگذاری بدون وجود ساختار اجرای قانون بی‌معناست. یک مجلسی میتواند قوانین رو تصویب بکنه، ولی اگر ساختار اجرای حقوق در جامعه، قوانین در جامعه که ساختار قضایی است وجود نداشته باشد و دارای قدرت نباشه، استقلال نباشه، این ساختار حقوقی بسیار ناتوان، ساختار دموکراسی ناتوان خواهد بود. این ناتوانی رو شما در متن قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه میتوانید ببینید. بخش قضایی قانون اساسی ایران بسیار بسیار کوتاه است، در حالی که بخش مربوط به مجلس یا پادشاه بلندتر از اون است. توجه چندانی نسبت به ساختار قضایی در ایران نبود، در حالی که ساختار قضایی بنیاد مدرنیته، پایگاه اصلی مدرن سازی و توانا ساختن مدرن سازی در جوامع بشری به شما می آمده و فرهنگ حقوق در اروپا دست کم 200-300 سال پیش از آغاز مدرن سازی اروپا شکل گرفته بوده. ما این فرهنگ رو نداشتیم و شاید میتوان گفت امروز هم هنوز نداریم و ساختار حقوقی در ایران یکی از ناتوانترین ساختارهای دموکراسی و مدرنیته در ایران بوده. من یه نمونه رو اجازه بدید که برای اینکه یه بقدر فضای صحبتم رو از این فضای جدی به فضای نسبتاً شوخی تبدیل کنم و دگرگون کنم، از یادداشت‌های یکی از قاضیان کهنسال ایران که از همون آغاز پیدایش عدلیه در کار عدلیه بوده، این مربوط می‌شود به عدلیه، وزیر دومین وزیر عدلیه ایران. چون هفته گذشته من به این پرداختم که ما در درازای 20 سال از 1285 خورشیدی تا 1305 خورشیدی که در اردیبهشت ماه اون سال، ببخشید در 20 بهمن اون سال، اون بیانیه معروف انحلال عدلیه صادر شد و سرانجام در 27 بهمن 1305 عدلیه منحل شد برای ساختن عدلیه جدید. در این فاصله 20 سال است بین فرمان مشروطه، پیدایش نخستین عدلیه پس از مشروطه، تا انحلال عدلیه و پایگذاری عدلیه جدید 20 سال. اشاره کردم هفته گذشته که در این 20 سال ما 47 یا 49 وزیر عدلیه داشتیم که 37 نفر این وزیران عدلیه ایران بودند. برخی از اونها 2 هفته دراز مدت ترین اونها 7 ماه بر سر کار بودند. چند نفر هم مانند زنده‌یاد مشیرالدوله پیرنیا چندین بار
وزیر شدن. البته ما میدونید که اینقدر مشیر دوله در تاریخ ایران داشتیم که گاه باید توضیح بدهیم کدوم مشیر دوله. این که خدمتتون میخوانم از یادمانده های کسی است که دومین وزیر عدلیه ایران پس از مشروطه، یعنی شازده فرمان فرما، او وزیر عدلیه شد. این اجازه بدید یه نکته خدمتتون بگم خیلی جالبه. این شازده فرمان فرما کسی است که وزیر عدلیه شده، ولی یک بار که احضاریه براش میبرند که به عدلیه بیاید، میگوید که عدلیه پیش ما بیاید، ما پیش عدلیه نخواهیم رفت. یعنی اینقدر خودش رو بالا میدونسته و این آدم وزیر عدلیه هم شده. یعنی همون پدر نصرت الدوله است؟ پدر نصرت الدوله، پدر بزرگ مظفر فیروز. گفته که این خاطرات این آقاست، میگه صبح وزیر عدلیه با کالسکه شخصی تا بیرون عمارت وزارت عدلیه آمده، از آنجا پیاده داخل صحن عمارت شده، جماعت متدائبین مال دوائر مختلف غیری ایستاده، به اظهارات یک یک گوش داده. سید مهدی دبیر العداله منشی وزارتی هم مطالبی که باید یادداشت شود حسب الامر یادداشت کرده. بعد رفته بالاخره میرود در یه جایی مینشیند، میگه چند ساعتی رو در صحن عمارت ایستاده و سخنان افراد رو میشنیده. بعد میگوید که اگر در این سخنانی که میشنیده اظهارات شاکیان فکر میکرده که ممکنه باید چوب و فلک برپا کنن، فورا دستور میداده که در صحن وزارت عدلیه چوب و فلک حاضر شود. این صحن وزارت عدلیه بعد از مشروط است. بعضی از روزها چوب و فلک در صحن امارت حاضر و مهیا بود و معلوم میشد که در این روز کسی تنبیه خواهد گردید، مخصوصا چند مرتبه بعضی از فراشان که در انجام وظیفه تسامح کرده بودند تنبیه شدند. این نظام حقوقی ایران پس از مشروطه است که بر همون مدل نظام حقوقی پیش از مشروطه اجرا می شده و به همین دلیل هم به راستی باید گفت ما عدلیه نداشتیم و کوششی که در دوران وزیری عدلیه داور صورت گرفت برای ساختن یک عدلیه جدید بود. اینجا اجازه بده یه حاشیه برم. من فکر میکنم که در مانند بسیار دیگر از بخش‌های تاریک جامعه ایران که دچار بر روی نظر پردازی ها یا بر روی علاقمندی های سیاسی شده، جایگاه فردی که به داوری من از داور نقش برجسته تری در ساختن دادگستری نو و عدلیه نو و ساختار حقوقی نو در ایران داشته، خیلی به اون کم بها داده شده. و اون زنده یاد میرزا حسن خان مشیر دوله پیرنیا است، یعنی حسن پیرنیا، کسی است که به راستی باید گفت عدلیه نو پس از مشروطه و قوانینی که در مجلس اول و دوم و سوم گذشت مدیون کوشش و کار حقوقی اوست و از شمار کسانی است که کمتر در دوره پس از فراز رضا شاه به پادشاهی به بازی گرفته شد در ساختار عدلیه و دیدگاه او هم درباره عدلیه با داور متفاوت. آقای امینی، پیدایش عدلیه نو یا عدلیه مدرن ایران که سرانجام نامش به دادگستری تغییر یافت، از چه زمانی آغاز شد و نقش علی اکبر داور در این زمینه چه بود؟ اجازه بدید یک اگر موافق باشید یک خلاصه‌ای درباره خود داور در اینجا با شما در میان بگذارم. موافق جناب؟ خواهش می‌کنم، بفرمایید. بله بفرمایید قربان. برای اینکه بدون پرداختن به زندگی داور ما نمیتوانیم به دورانی که از 1305 پایان سال 1305 بهمن 1305 داور برای 4 ماه عدلیه رو تعطیل کرد و عدلیه جدیدی در خوردی بهشت و بوسار ساخت، ما نخواهیم توانست به اون دست بیابیم، آگاه بشویم. چون خیلی جالب است
در بهمن 1305 بر اساس یک ماده واحده. ببخشید صدای آقای امینی یک کمی رساتر بشود لطفا. بفهمید آقای امینی. بله البته ممکنه جناب موری گوش شما باشه. چون نه شوخی میکنم، چون دفعه پیش که این مسئله پیش آمد من از چند نفر از همیهنان تلفن‌هایی داشتم، گفتن آقا ما مشکلی در صدا نداشتیم، شاید در ارتباط بین استودیوی من و استودیوی تلویزیون بوده باشه. این است که امیدوارم صدای من رسا برسه، ولی به هر حال رساتر با شما صحبت می‌کنم. صدای من که الان با شما. بله بله. خب عرض کنم که ببینید در بهمن ماه 1305 بر اساس برپایی ماده واحده عدلیه منحل شد و در اردیبهشت همان سال، یعنی در 4 ماه پس از اون، عدلیه گشایش یافت. گشایش عدلیه در کاخ پادشاه بود، یعنی در کاخ پادشاه در واقع بود که عدلیه اصلا گشایش یافت. و این خودش جالب است، چون رئیس قوه مجریه اصلا نباید در کار ساختار قضایی دخالت کنه، ولی اصلا با سخنرانی داور و رضا شاه عدلیه جدید در کاخی که اون زمان رضا شاه در اون اقامت داشت گشایش یافت و عدلیه شد. کاخ برلیان، اون زمان شاه در اون موقع در کاخ برلیان. برای فهمیدن این موضوع باید برگردیم و داور رو بشناسیم. داور، علی اکبر خان داور، که البته این نام فامیل رو خیلی جالب است، در اروپا برگزید، فرزند کلبلی خان خازن خلوت بود که خازن خلوت بود، یعنی خزانه‌دار خلوت مظفرالدین شاه، یعنی حرم مظفرالدین شاه بود. جواهرات زنهای پادشاه رو ایشان در واقع کلیددار بودند، نگهداری می‌کردند. و یکی از آدم‌های بسیار سالم اون دوران به شمار می‌آمد، آدمی که خازن خلوت بوده باشد و پولی در دست نداشته باشد، باید آدم سالمی بوده باشد و سخت به پرورش فرزندش و آموزش فرزندش علاقمند بود و یکی از زنان حرم رو با داشت یا علاقمند کرد به اینکه نامه به مظفرالدین شاه بنویسه که فرزندش علی اکبر خان رو که در اون هنگام 15 سال می داشت، اجازه 14 سال می داشت، اجازه بدهند که به یکی از 4 آموزشگاه بزرگ تهران برود. 4 آموزشگاه بیشتر نبود، که مهمترین آموزشگاه تهران دارالفنون بود، مدرسه قاجاریه بود و 2 مدرسه دیگر. اینها مدرسه های بالا و مدرن جامعه ایران در اون هنگام بودند، که دارالفنون بلندپایه‌ترین مدرسه بود. کلبلی خان میخواست فرزندش پزشک بشود و در نتیجه با موافقت مظفرالدین شاه میرزا علی اکبر خان داور وارد مدرسه دارالفنون شد برای اینکه پزشکی بخواند. یکی 2 سال هم پزشکی خواند. البته پزشکی که میگویم شیمی میخواندند و کار آزمایشگاهی انجام میدادند و چیزهای از این دست، چون دانشگاه نبود در واقع، یک دبیرستان و دانشکده بود، یک نیمچه دانشکده‌ای بود. تغییر داد روش خودش رو و به جای آموختن پزشکی وارد کار فلسفه و ادبیات و حقوق شد در دارالفنون. و سرانجام در پس از 8 سال درس خواندن در دارالفنون، که البته 1-2 سال هم گویا رفوزه شده، البته رفوزه هم اشکال نداره، چون ناپلئون هم چند بار رفوزه شده. همین تمام گفت یکی از زمین های شاید فراز به جاهای بلند همین رفوزه شدن بوده باشن. ایشان دوباره هم رفوزه شد، ولی بر رو پس از 8 سال دبیرستان رو تموم کرد یا دارالفنون رو تموم کرد و در 24 سالگی وارد سپهر اجتماعی شد و در اون زمان حسور دول وزیر عدلیه بود و او توانست، داور توانست وارد عدلیه بشود و خیلی زود هم بالا رفت. و این یکی از بخش‌های بسیار ناروشن زندگی داور است که در این باره داوری‌ها میتوان گفت دوسویه است، یعنی داوری‌های نیکی در باره او هست
برپایی توانایی ها و داوری هایی که شاید چندان نیک هم نباشد که چگونه فردی در 25 سالگی در عدلیه میتواند مدعی العموم تهران بشود. علی اکبر خان مدعی العموم اسمش شد، ولی علی اکبر خان مدعی العموم اصلا اون زمان که فامیل وجود نداشت. و این از شگفتی های اون زمان هست، چون در اون دوران بیشتر قضات و بیشتر داوران از میان روحانیان بودن و آدم هایی بودن بلندپایه و دو نفر در تهران در اون دوران گل کرده بودن و هر دوی اینا هم زیر سایه و پشتیبانی وثوق دوله بودن. یکی مدیر روزنامه بسیار جنجالی و تندی بود به نام شرق که بعدها روزنامه رعد رو بیرون داد و سپس سید زیادی طباطبایی جوانترین نخست وزیر مشروطه و کودتاچی 1299 شد و دیگری که از او چند سالی بزرگتر بود میرزا علی اکبرخان مدعی العموم. و جالب اینجاست که این میرزا علی اکبرخان مدعی العموم در شرق مقاله می نوشت، یعنی در اون هنگام دریافت که از این راه به جایی نخواهد رسید و این باز می‌گردد به سال 1289 خورشیدی، یعنی 4 سال پس از فرمان مشروطه. بخت با او یاری کرد، یکی از بازرگانان بسیار توانگر تبریز حاجی ابراهیم آقا پناهی، او فرزندان خودش رو می‌خواست به اروپا بفرسته برای درس خواندن و به دنبال یه سرپرست می‌گشت و علی اکبر داور سرپرست این فرزندان شد و راهی اروپا شد و در نوشاتل درس خوان و درس حقوق خوان و حتی رساله دکترایی نوشت درباره سقط جنین در حقوق و قرار بنا بود که از این رساله پشتیبانی کنه که خبر او رسید که در ایران دوست دیرینش هم همکار روزنامه نگاری و سید ضیاءالدین طباطبایی کودتا کرده و با شتاب و بدون دفاع از رساله دکترا راهی ایران شد. البته سفر اون زمان با ایرفرانس نبود و از راه کشتی و زمینی صورت می گرفت. داور وقت برگشته پیش از آن که به ایران برسد، سید ضیاء دوران 90 روزه نخست وزیریش به پایان رسیده بود. هنگامی که داور وارد ایران می شد، سید ضیاء را از راه روسیه از ایران بیرون می کردن. این نام داور رو هم تحیزاده کو پیشنهاد کرده. هنگامی که او در اروپا بوده، میدانی که در اروپا برای اینکه به دانشگاه و مدرسه بروند نام فامیل نیاز داشتن و او در جستجوی نامی بوده و این پیشنهاد رو تحیزاده بود کرده و او این رو پسندیده و نام داور رو در پیش از اینکه شناسنامه بگیره در اروپا بر نوشته های دانشگاهی خودش گذاشته و همونجور که مصدق هم نام مصدق و سلطنه رو دگرگون کرد و نام مصدق رو بر نوشته های خودش در اروپا گذاشت و در نام خودش در اروپا شناسان، داور هم نام مدعی العموم رو که به اون نام آور شده بود کنار نهاد و نام داور رو بر اسناد دانشگاهی خودش گذارد و به این نام هم وارد ایران شد. و در ایران وقتی بازگشت، ماجرای کودتا تمام شده بود، سید ضیاء رفته بود و داور خیلی زود نزدیک شد به رضا شاه و همون گونه که اشاره کردم یکی از 3 نفر نزدیکترین یاران رضا شاه شد و در دوره انتخابات مجلس 4 از خار و برامی نماینده شد و البته هیچ گواهی بر این نیست که چرا از خار و برامی، ولی به هر روی از اونجا نماینده شد و در همون دوران هم روزنامه رو بیرون میداد و بسیاری از اندیشه‌های داور رو ما از این لابلای این روزنامه میتوانیم بیابیم که داور باید گفت که در میان همه پیرامونیان رضا شاه پایبندترین شخصیت به نیاز به یک دیکتاتور مسلح بود. هیچ کس مانند داور در میان تمام کسانی که پیرامون رضا شاه رو در فراز اون به قدرت گرفته بودند، به اندازه داور از یک نظام خودکامه قانونگرا پشتیبانی نمی کرد و این رو با صراحت می نوشت و در پشتیبانی از اون قلم می زد و به راستی باید گفت که در این زمینه و همچنین در این راستا که داور پدر اقتصاد دولتی در ایران هست، کمتر
ما کار کردیم و کمتر رو شناختیم. کی وزیر اقتصاد شده؟ وزیر مالیه شد. ما وزیر اقتصاد نداشتیم. همین وزیر مالیه. بله، داور پس از دورانی که وزیر عدلیه بود، وزیر در دوران نخست وزیری داور در تمام دوران مخبر السلطنه وزیر عدلیه بود، سپس در دوران نخست وزیری فروغی وزیر مالیه شد و در دورانی که وزیر مالیه بود تا هنگام خودکشی او در سال 1315 کسی بود که اقتصاد ایران رو دولتی کرد. اصلا کسی است که فکر آوردن شاخت آلمانی رو، دکتر شاخت معروف رو، برای سر و سامان دادن به اقتصاد ایران او در واقع پایه گذاشت. بسیاری از مؤسسات خصوصی رو میتوان گفت ویران کرد و 40 مؤسسه دولتی ایجاد کرد که اینها پدر اقتصاد دولتی ایران شدند. و بسیاری از این کارها به ویژه پس از افزایش درآمد نفت ایران بود، به دنبال پیمان 1933-1912. و در این دورانی که او وزیر مالیه بود، اقتصاد ایران رو چنان سامانی داد که این سامان تا انقلاب 1357 دگرگون نشد. یعنی او بنیاد اقتصاد دولتی ایران رو حتی تواناتر از دگرگونی ساختار عدلیه بنا نهاد و از این لحاظ باید گفت یکی از شخصیت هایی که تأثیر ماندگاری بر تاریخ ایران داشته و کمتر به اون توجه شده، علی اکبر خان داور هست که هم در ساختن عدلیه نو و هم در ساختن اقتصاد دولتی نقش ماندگار در تاریخ ایران داشته. آقای امینی فرموده بودید که ببخشید یه نکته رو خدمتتون بگم یادم رفت. من میبخشید که خواهش یک سویه صحبت کردم. یکی از راههایی که داور دریافته بود که باید از این راه فراز به قدرت بکنه و پولی هم داشته باشه، میدونی از یه خانواده درجه سوم درباری بیرون آمده بود، چون پدر او از اشراف درجه سوم دربار بود، پولی هم نداشت. به راستی اگر پشتیبانی حاج ابراهیم پناهی نبود، درسی هم نمیتوانست بخونه و تا پایان عمر هم وفادار بود به حاج ابراهیم پناهی که این پشتیبانی رو از او کرده بود. خود او هم آدمی نبود که کسی درباره او گفته باشد که دزد بوده، فاسد بوده، آدم سالمی بود همونجور گفتی. ولی برای اینکه بتواند فراز به قدرت بیابد، درست همون کاری رو کرد که خود رضا شاه هم کرد. رضا شاه هم برای اینکه بتواند سری در میان سرها داشته باشد، ازدواج کرد با دختر یکی از بزرگان قزاقخانه و که خب از شاهزادگان قاجار هم. داور هم جستجو کرد و کسانی او رو معرفی کردند به بیوه دختر یکی از مشیر دوله ها، میرزا محسن خان مشیر دوله، که بیوه شده بود و 10 سال هم از داور بزرگتر بود و او با داور با او ازدواج کرد و به این ترتیب یک زندگی شخصی خوبی هم برای خودش ساخت. این میرزا محسن خان مشیر دوله یکی از 6 مشیر دوله معروف تاریخ ایران هست. پیش از میرزا نصرالله خان معروف مشیر دوله که فرمان مشروطه را گرفت و فرزند او پیرنیا، این در واقع باید گفت که چهارمین مشیر دوله تاریخ ایران بوده. نخستین مشیر دوله میرزا جعفرخان مشیر دوله مهندس باشی بود، دومین سپهسالار بود، سومین میرزا یحیی خان مشیر دوله بود که وزیر خارجه شد و این میرزا محسن خان وزیر عدلیه دوران مظفرالدین شاه بود و مشیر دوله لقب داشت. البته نام‌های دیگری هم، لقب‌های دیگری از جمله مظاهر، میرزا محسن خان مظاهر، اون هم جزو القابش بود. آقای امینی، در میان تاریخ نویسان سلسله قاجار کسانی هستند که به این ترتیب مشیر الدوله ها رو بشناسن و نام ببرن؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6 گفته شده اینجا و اونجا، ولی دربارشون تاریخ نویسی دقیقی نشده اینجا و اونجا است. ولی میدانیم که این رو قطعا همه توهم دارن، اونهایی که به تاریخ میپردازن و تاریخ شناسان نسبتا آشنایی به تاریخ هستن، که 6 مشیر الدوله ما در تاریخ داشتیم و آخرین اونها میرزا حسن خان مشیر دوله پیرنیا است. آقای امینی، این هم جالب خدمتتون بگم، این
میرزا حسن خان مشیر دوری پیرنیا و پدرش نصرالله خان ناینی، اینها نیای بزرگشون پیر ناین نام داشته و پیر نوربخشیان، طایفه نوربخشیان بوده و در نتیجه اونهایی که از خانواده پدری آمدن به نام پیرنیا نامآور شدن، اونهایی که از خانواده مادری آمدن پیرزاده شدن. بیشتر پیرزاده هایی که امروز میشناسیم از این خانواده مادری مربوط به همین پیر نایی هستن. آقای امینی، این میگن خاطراتی گلشاهیان درباره داور نوشته، با هم دوست بودن. بله، گلشاهیان برای داور کار میکرد. گلشاهیان یکی از آخرین کسانی است که در نیمروز همون زمانی که گمان میکنم بهمن ماه بوده که علی اکبر خان داور شب میرود منزل و البته از بهداری اون زمان تریاک گرفته بوده و خودکشی میکند، گلشاهیان با اون دیدار کرده و گلشاهیان خشم و ناراحتی و افسردگی او رو در درگیری که با رضا شاه در اون روز و روزهای پیشین داشته در این یادداشت‌ها برای دکتر سیروس غنی فرستاده. گویا نوشته هایی هم از او در دست بوده درباره زندگی داور که بنا بوده منتشر بشه و این نوشته ها در دست جناب غنی بوده، زندیات غنی که به تازگی درگذشتن و این روز سال منتشر نشده و از میان رفته و خود گلشاهیان در یه یادداشتی اشاره کرده خیلی افسوس خورده از اینکه این یادداشت دیگه در دستش نیست. بخشی از آن چیزی که گلشاهیان درباره داور گفته در یادداشت‌های غنی، در یادداشت‌های دکتر غنی به چاپ رسیده به کوشش سیروس غنی و اینجا و اونجا هم نوشته‌هایی از گلشاهیان در پاره ای از روزنامه های قدیمی ایران یا هفته نامه ها و ماهنامه های قدیمی ایران به چاپ رسیده. یکی از اونها من بامداد امروز میخواندم درباره همین که او اشاره میکند به میزان افسردگی داور در اون درگیری و پرخاشی که با رضا شاه در مورد پیمان اقتصادی که داشته، پیمانی که داشتن با دادن امتیاز به شرکت استاندارد اویل آمریکا. این هم از ماجراهای بسیار جالب تاریخ هست که برای نخستین بار در دوران قوام السلطنه در سال 1301 هست که ایران پیمانی امضا میکنه با شرکت استاندارد اویل آمریکایی. نخستین حضور دولت ایالات متحده و شرکت ایالات متحده، شرکتی از ایالات متحده در سپهر سیاست و اقتصاد ایران هست که واکنش های بسیاری به وجود می آورد و به انجام هم نمی رسد. هم دولت شوروی جوان و هم دولت بریتانیا که نفت ایران رو به طور انحصاری در دست داشته با این پیمان مخالف بودند. پیمان استاندارد اویل برای نفت شمال بوده و این پیمان در سال 1515 داور اون رو امضا میکنه دوباره، ولی بر پایه فشار دولت‌های شوروی و بریتانیا رضا شاه در واقع میگوید که این رو من ندیده بودم و داور خودسرانه چنین چیزی رو امضا کرده. و این آنجور که میگویم من همیشه میاندیشیدم و گمان میکردم که محاکمه و کشته شدن تیمورتاش در زندان زمینه اصلی افسردگی داور بوده باشد، ولی بیشتر و بیشتر که نگاه کردم دریافتم که این برانگیخته شدن و برافروخته شدن و مخالفت رضا شاه با تصمیم او در مورد استاندارد اویل که با مصلحت او بوده بیش از پیش داور رو افسرده کرده و راهی رو جز این ندیده که زندگی خودش رو پایان بده و خودکشی کرده. البته گفتن که به بیماری قلبی در گذشته که نادرست است او تریاق خورد و خودکشی کرد. این رو گلشاهیان هم خیلی روشن گفته که یار نزدیکش بوده گلشاهیان، عباس قلی گلشاهیان. آقای امینی، این درسته که داور در این اندیشه بوده که در پیدایش دادگستری یا عدلیه نو آخونده هیچ نقشی نداشته باشن، چون قرنها بوده که آخونده در نقش قضاوت بودن در ایران؟
این کاملا نکته شما درست است. اصلا ببینید داور خود داور همین رو گفته. اجازه بدید یه عبارتی رو از داور در این زمینه بخونم. داور مدل اروپایی سکولار و حتی میتوان گفت لایک عدلیه رو دنبالش بوده و همون مدلی که در اقتصاد بعدا اجرا کرد، مدل دولتی، میخواسته همین کار رو در زمینه عدلیه انجام بده. اما نیرویمون در ایران وجود نداشته، یعنی ما این توانایی رو در ایران اون زمان نداشتیم که داور با انحلال عدلیه بتواند قضاتی رو استخدام کنه که اینها پیشینه آموزش های مذهبی نداشتن. انگوش شما کسانی بودن که رفته بودن و درس حقوق خوانده بودند یا از حوزه های دینی برنخواسته بودن. خود او این عبارت رو از داور نقل میکنن. میدونم که وقت زیادی نداریم و حتما هفته آینده به این بحث ادامه خواهیم داد. میگوید من یک عمارت کهنه کثیف و بی سر و تهی را در عدلیه خراب کردم که روی آن یک بنای سنگی محکم عدل و داد بسازم، ولی در موقع ساختن عده زیادی از اشخاص بانفوذ سر رسیدند و هر یک به اصرار خش یا آجوری بدون تناسب در وسط ساختمان من گذاشتند. حالا که تمام شده خودم میبینم در میان نمای سنگی عمارت چند آجر و چند خشت سست و زشت گذاشته شده، بنای محکم را هم از ترکیب انداخته و هم از استحکام. خب ببینید در این عبارتی که او میگوید چند نکته نهفته است. نخست اینه که داور گمان میکرده که ساختن عدلیه، ساختار حقوقی در ایران کار فرد است، یعنی او بناست این بنا را بسازه، در حالی که ساختن یک نهاد بسیار پیچیده ای مانند ساختار حقوقی ایران باید یک کار جمعی می بوده و کار فردی نمی توانسته باشه. او گمان کرده که با انحلال عدلیه و ساختن عدلیه نو می تواند افراد درس خوانده ای رو از این سرند گزینش قضاوت رد بکنه، در حالی که پس از آن که این کار را انجام می دهد می توان گفت که 85 تا 90 درصد قاضیان و داورانی که در عدلیه نو استخدام می شوند همون قاضیان و داوران عدلیه گذشته بودند که این بار البته درجه به اونها دادن، رتبه به اونها دادن، بالا و پایین بردن، حتی امتحان تازه هم از اونها نکردن. نخستین امتحان رو در دوره‌ای که مشیر دوره این طرح رو در واقع مطرح کرده بود پیرنیا در سال 1300 انجام دادن و این است که میخواست کاری رو بکند که مسائلش در ایران شاید نمی بود و کوشش برای ساختن یک بنایی از بالا بود، یعنی اون اندیشه‌ای که از بنیاد در دوران فرمان روایی رضا شاه چیره شده بود و کارهای نیکی هم در این زمینه انجام میده، ولی این کارهای نیک چون تنها از بالا بود با محدودیت‌های مساله ساختمان یک دموکراسی یا یک مدرنیته پویا و ماندگار رو بود که نیاز به شرکت از پایین هم داشت و این رو داور درک نمی کرد و اصلا علاقمند به مشارکت از پایین نبود. فکر می کرد از بالا باید این رو ساخت. البته این رو باید گفت که عدلیه‌ای که داور ساخت از عدلیه‌ای پیش از داور یک سرگردن جلوتر بود، ولی با همون گرفتاری های تاریخی عدلیه دوران پیش از داور هم روبرو بود. فساد، نفوذ افراد، بی‌توجهی به قانون و تابع شدن ساختار حقوقی در ایران به ساختار مجریه. خیلی ممنونم جناب آقای امینی، وقتمون رو به پایان است. ازتون تشکر میکنم. در هفته آینده پیرامون ساختار حقوقی در عدلیه ایران گفتگو خواهیم کرد، درسته؟ ادامه همین گفتگو رو با هم خواهیم داشت تا اونجا که بتوانیم، حتما. خیلی ممنونم ازتون، خسته نباشید و با سپاس از همیهنانی که به این برنامه توجه دارند. شب و روز شما خوش، با سپاس از کارگردان برنامه.